نام خدا و به عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز به برنامه هشت گزارش از شبکه استقلال خوش آمدید. ما در این برنامه به مهمترین رویدادهای هفته میپردازیم. همایش علمی فرهنگی پیامبر رحمت منادی وحدت در شهر هرات برگزار شد. در این همایش بیش از صدها تن از علمای دینی و فرهیختگان از ولایت های مختلف کشور حضور داشتند. سخنرانان این همایش بر لزوم حفظ وحدت در میان امت اسلامی تأکید نمودند. گزارشی در مورد برگزاری این همایش ببینید. هفته جاری مصادف است با هفته وحدت. در این هفته محافل زیادی برای تجلیل از میلاد پیامبر اسلام در نقاط مختلف هرات برگزار شد. اینجا در مدرسه علمیه صادقیه چهارمین همایش علمی فرهنگی پیامبر رحمت منادی وحدت تحت عنوان مدیریت و رهبری در سنت و سیره نبوی برگزار شده است. در این سمینار چندین تن از علمای دینی از ولایت‌های مختلف کشور شرکت کردند. جای اندوه و تأسف فراوان است که امروز ما شاهد جریان‌هایی هستیم در دنیای اسلام که وحدت مسلمین را و وحدت پیروان مذاهب اسلامی را هدف قرار داده و در جهت متلاشی کردن وحدت نیمبند موجود در دنیای اسلام کارهای با سرمایه گذاری های فراوان و با حمایت های بیدریغ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و منطقه‌ای و بین المللی صورت می گیرد. نمر تاسو په دې جامعه کې چې ژوند کوو دا د اسلام تر بیرغ لاندې ژوند دی او دا د اسلام په یوه ناره باندې غږ کول ژوند دی چې موږ تاسو باید په خپل مابینځ کې متحد او اتفاق ولرو او الله جل الله شانو موږ تاسو په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دی چې وتصویمو بحبل الله جمیعا ولا تفرق. اصیل الدین جامی سرپرست مقام ولایت هرات در جمع اشتراک کنندگان این سمینار حضور داشت و از برگزار کنندگان این سمینار ابراز امتنان نمود. من تشکر میکنم، قدردانی میکنم از مجالس خیلی خوبی که همه ساله در این مکان برگزار میشه و همه ما از اون مجالس فیض میبریم و امروز هم نمونه برجسته از این مجلس بزرگ و خوب و با ارزشی هست که همه با هم گرد هم آمدیم و مستفید میشیم. و همچنین بحث ضرورت وحدت در بین جامعه، در بین مسلمین و حتی فراتر از او در بین همه کشورهایی که امروز در عذاب هستیم به خاطر نبود و نداشتن او وحدتی که در عمل وحدت باشه نه در نام. دکتر داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان که برای اشتراک در این سمینار از کابل به هرات آمده بود یکی از سخنرانان این سمینار بود. بعد از مرادیان چند تن از شخصیت‌های مردمی از جمله استاد عبدالمجید صمیم، دکتر مهدی حدید، دکتر سید مهدی افضلی، مولوی سید احمد آخوندزاده، استاد براتعلی فدایی، سید جواد وحیدی و حاجی آقای توکلی نیز سخنرانی نمودند. و بنای اولین دولت اسلامی در مدینه، قبل از او شهر یثرب بود، اولین دولت اسلامی در مدینه پایه‌گذاری شد و ما باید مطالعه کنیم که پیامبر اسلام در ماه‌های اولیه ورود به مدینه هموس بستر دولت اسلامی بر چه پایه‌ها و چه اصولی ساخته شد و اونهایی که می‌خوان دولت اسلامی در اینجا و در آنجا ایجاد کنن و یاد بگیرن باید ما مراجعه کنن به ماه‌های اولیه دولتداری حضرت پیامبر. موقع در مدینه پیامبر چه کار کرد که دولت اسلامی ایجاد کرد؟ این چهارمین سمینار علمی فرهنگی پیامبر رحمت منادی وحدت است که در مدرسه علمیه صادقیه برگزار شد. در سالهای گذشته نیز علما و فرهنگیان از ولایت‌های مختلف کشور ضمن اشتراک در این سمینار خواهان وحدت و برادری بیشتر در میان امت پیامبر رحمت شدند. تا کنون بیش از 10 نفر اسناد خود را جهت نامزدی ریاست شهرداری هرات به شورای ولایتی تحویل نمودند.
شورای ولایتی هرات پس از 3 مرحله بررسی نام این افراد را در لیست نهایی جای خواهد داد. از سوی رئیس و اعضای شورای ولایتی هرات بر شفاف بودن روند گزینش افراد به عنوان نامزد ریاست شهرداری هرات تاکید می‌کنند. در این مورد نیز گزارشی را ببینید. مانند مقام ولایت و برخی دیگر از ادارات دولتی هرات، اداره شهرداری این شهر نیز توسط سرپرست اداره می شود. رئیس جمهور غنی در سفر هفته گذشته خود به هرات از باشندگان این شهر خواست تا 5 نفر را به عنوان نامزد ریاست شهرداری به او معرفی کنند تا وی 1 تن را از میانشان به عنوان شهردار هرات انتخاب نماید. در 3 هفته آینده از هموطن هرات خود می خواهیم که طرحهای مشخص در قسمت اصلاح شهروالی ارائه کنم تا به اساس از اون ما بتانم تصمیم بگیرم که شهروال آینده هرات به اساس درک مشکلات هرات و پیشنهادهای بسیار مشخص برای حل از این مشکلات تعیین کنیم. مسئولیت گزینش 5 تن به عنوان نامزد ریاست شهرداری هرات به عهده شورای ولایتی می باشد و تا کنون بیش از 10 نفر اسناد تحصیلی خود را به این شورا تحویل دادند تا پس از 3 مرحله بررسی توسط شورای ولایتی هرات نامشان در لیست نهایی جای داده شود. به اساس امر ریاست جمهوری که قرار شد 5 نفر از ولایت هرات به پست شهرولی اینا پیشنهاد بشه از طرف شورای ولایتی، خب کمیته ترتیب شد و به اساس از روی همون شاخصه های پذیرش که افراد خود خود حس بکنن که واجد شرایط برای شورای ولایتی هستن به اساس از او و تا به حال حدود 13 سیوی جمع‌آوری شده و تا آخر پنجشنبه همین تا ظهر پنجشنبه همین هفته فرصت هست که سیوی های دیگه هم از متقاضیان جمع‌آوری بشه. بحثی که در شورای ولایتی بحث شد یک سلسله کریتری ها و شاخصه های را برای انتخاب شهردار مد نظر گرفته شد، شهروال بر اساس لایه وظایف و بر اساس چیزی که قانون گفته. خب تخصص، تعهد و گذشته خوب 3 تا اصلیه که ما مد نظر داریم که امیدوار هستیم بتوانیم از لابلای دوستایی که سی وی های خود آوردن، ما 15 تن که آوردن یا 17 تن که آوردن، 5 تن در ختم کار به رئیس جمهور معرفی بکنیم. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات بر شفاف بودن روند انتخاب افراد به عنوان نامزد اداره شهرداری تاکید میکند. به باور رئیس شورای ولایتی هرات، فردی که مسئولیت اداره شهرداری این شهر را به دوش میگیرد در کار خود موفق خواهد بود. شهروال جدید که انتخاب میشه 5 نفر از بین هرچی که کاندید باشه انتخاب میشه با آرای رأی که دارن در حضور داشته کل شورای ولایتی. شهروالی که با تایید مردم باشه، بلکه با تایید شورای ولایتی باشه، با تایید مردم می باشد. بنابراین اگر با تایید مردم باشه دیگه جای هیچ گونه نگرانی نیست و هیچ گله هم از کسی نخواهد داشت. اداره شهرداری هرات در سال 1308 خورشیدی تأسیس شد و از زمان تأسیس این اداره تا کنون بیش از 35 نفر به گونه انتصابی و انتخابی مسئولیت آن را بر عهده داشتند. اکنون باید منتظر ماند و دید تا چه شخصی به عنوان شهردار جدید هرات تعیین خواهد شد. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته است تا کنون در مورد تشکیل کابینه جدید در کشور تصمیم نهایی گرفته نشده است. از سوی دیگر برخی از افراد نزدیک به دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از بروز برخی مشکلات تازه در امر تشکیل کابینه جدید خبر می‌دهند. در این مورد نیز گزارشی را ببینید. معرفی کابینه همچنان به تأخیر انداخته می‌شود. گزارش‌های مختلفی از کابینه به نشر می‌رسد که گویا امروز یا فردا نامزد وزرای کابینه معرفی می‌شوند، اما هیچ یک از این گزارش‌ها به حقیقت تبدیل نشده است. مدتی است که معرفی اعضای کابینه به گونه‌ای تمسخرآمیز در میان فعالان جامعه مدنی تمثیل می‌شود و گاهی در صفحات مختلف اجتماعی به مسخره گرفته می‌شود. در مجموع اعمال فشار زیادی بالای رهبران حکومت وارد می‌شود، ولی این گونه اعمال فشار چندان تأثیر مثبت در معرفی نامزد وزرا نداشته است. سخنگوی رئیس جمهور در گفتگو با خبرگزاری پژواک از مراحل پایانی انتخاب اعضای کابینه خبر می‌دهد، اما می‌گوید تا زمانی که معیارهای مورد نظر در این زمینه کامل نشود،
کابینه معرفی نخواهد شد. نظیف الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور، نسبت به انتشار فهرست‌هایی از نامزد وزیران احتمالی از سوی برخی از رسانه‌ها واکنش نشان داده است. وی بدون تایید و یا رد این فهرست‌ها گفته است کار گزینش کابینه به آخرین مراحل خود رسیده، اما تصمیم در این زمینه نهایی نشده است. سخنگوی رئیس جمهور تأکید کرده است که رئیس جمهور تا زمانی که مطمئن نشود که معیارهای مورد نظر در این زمینه رعایت شده است، فهرست نهایی وزیران را اعلام نخواهد کرد. همچنین خبرها از نزدیکان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز این گونه به گوش می‌رسد که پروسه معرفی نامزد وزرا از سوی رئیس جمهور غنی به تأخیر انداخته می‌شود، زیرا او شخصاً با تک تک وزرا مصاحبه می‌کند. نجیب یوسفی، یکی از نزدیکان دکتر عبدالله، به خبرنگاران گفته که طریقه انتخاب مهره‌ها در کابینه توسط رئیس جمهور غنی طولانی مدت است. این در حالی است که دو روز پیش رئیس جمهور غنی در دیدار با رؤسای شوراهای ولایتی 11 ولایت کشور وعده سپرد که اعضای کابینه جدید را به زودترین فرصت معرفی خواهد کرد، اما روشن نکرد که سرانجام چه زمانی کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد. مجلس نمایندگان افغانستان طرح برگزاری مراسم‌های عروسی را تصویب نمود. بر اساس این طرح از این پس مراسم‌های عروسی باید در کشور به صورت اسلامی‌تر و اقتصادی‌تر برگزار شود و از انجام مصارف گزاف در مراسم‌های عروسی خودداری شود. در این مورد نیز گزارش را تهیه کرده ایم که با هم می‌بینیم. طرح قانون برگزاری مراسم عروسی با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید. قانون برگزاری مراسم عروسی تمام مسائل مربوط به مراسم عروسی را تنظیم کرده و در صورت تنفیذ آن از مصارف گزاف و عنعنات ناپسند در عروسی ها جلوگیری خواهد شد. محمد عبده، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس، گفت طرح قانون برگزاری مراسم عروسی در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و هیچ نظر مخالف در مورد این طرح وجود ندارد. جلوگیری از رسوم و عنعنات ناپسند، حفظ ارزش‌های پسندیده فرهنگی، جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی‌ها، جلوگیری از فساد اخلاقی و اصلاح جامعه، حفظ شیرازه خانواده و تأمین روابط حسنه میان زوج‌ها و خانواده‌های آنان از اهداف اصلی این طرح است. این طرح چندی پیش از سوی برخی اعضا به جلسه عمومی مجلس پیشنهاد شد که مورد قبول قرار گرفت. محمد عبده برگزاری مراسم عروسی را در افغانستان خلاف تمام ارزش‌های فرهنگی و دینی خواند و تصریح کرد که طرح این قانون یک قدم نیک مجلس در جهت اصلاحات اجتماعی و فرهنگی خواهد بود. همچنین اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مجلس میگویند که در مورد ترتیب و تنظیم مواد طرح این قانون با تعدادی از متخصصین، حقوقدانان، هتلداران و استفاده کنندگان راهزنی صورت گرفته است. طرح قانون برگزاری مراسم عروسی در 4 فصل و 23 ماده از سوی عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس به رأی گیری گذاشته شد که به جز از 14 کارت مخالف با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس تصویب شد. وزیر امور داخلی هند کشور پاکستان را متهم به حمایت از تروریستان نمود. این مقام حکومت هندوستان میگوید کشور پاکستان به تروریست ها کمک میکند تا وارد خاک هند شوند. همچنان وزیر داخلی هند پاکستان را مقصر اصلی نقض آتش بس در ماه های اخیر میان هند و پاکستان دانست. گزارشی را در این مورد ببینید. آقای سینگ، وزیر داخلی هندوستان، که در مورد درگیری های اخیر میان هند و پاکستان در کشمیر صحبت میکرد، گفت بدون شک هدف پاکستان از نقض مکرر آتش بس در کشمیر پوشش دادن برای کمک به گروه های تروریستی برای ورود به خاک هند از مرزهای جامو و کشمیر است. وی تصریح نمود نیروهای پاکستانی به طور مکرر به مواضع هند در منطقه جامو تیراندازی می کنند و نیروهای هند نیز به خوبی به این نقض آتش بس پاسخ می دهند. وزیر داخلی هند در خصوص اعتراض مردم پاکستان به تیراندازی نیروهای هندی به سوی مرزداران پاکستانی اظهار کرد نیروهای پاکستانی ابتدا اقدام به تیراندازی به سوی نیروهای هندی کردند و نیروهای هندی به این اقدامات پاسخ دادند. و افزود پاکستان باید به این اقدامات خود خاتمه دهد و به توافق نامه آتش بس میان دو کشور احترام بگذارد. گفتنی است که آتشباری و تبادل آتش در شب سال نو میلادی بین نیروهای هندی و پاکستانی که منجر به زخمی شدن یک غیر نظامی در کشمیر شد، باعث افزایش تنش بین هند و پاکستان شده است.
کشمیر یکی از موارد اختلاف اصلی میان هند و پاکستان است و دو کشور بر سر این منطقه سه بار با هم وارد جنگ شدند. هند و پاکستان هر یک مدعی حاکمیت تمامی ایالت جامو و کشمیر هستند. هند 63% از منطقه را شامل جامو، دره کشمیر، لداخ و سیاچین گلسر را کنترل می کند و پاکستان نیز 37% شامل مناطق کشمیر آزاد و مناطق شماری گیلگت بالتستان را زیر کنترل دارد. دهلی نو و اسلام آباد در سال 2003 توافق کردند تا بر آتش بس در طول مرزهای بین المللی خود و مرز میان مناطق کشمیر هر کدام از طرفین نظارت داشته باشند. اما در یک سال گذشته در موارد متعدد دو کشور مدعی نقض آتش بس از سوی طرف مقابل شدند. با گفته مقام های لبنانی، گروه داعش در حال تدارک حمله به خاک لبنان است و این گروه قصد دارد تا برخی از روستاهای مرزی کشور لبنان را تصرف کند. در نبرد روز شنبه 3 جنوری میان گروه نصرت و نیروهای مشترک سوریه و حزب الله 10 نفر کشته و زخمی شدند. در این مورد نیز گزارش را ببینید. به گفته مقامات امنیتی لبنان، گروه داعش می‌کوشد که در لبنان نفوذ کرده و حضور خود در این کشور را گسترش دهد. بنا به گزارش رویترز، داعش در تلاش است تا روستاهای مرزی لبنان را تصرف کند. جنرال عباس ابراهیم، رئیس سازمان امنیت عمومی لبنان، اعلام کرد که گروه داعش خواهان نفوذ در منطقه قلمون و کوههای اطراف آن است تا با ایجاد پایگاه در لبنان به نیروهای خود در سوریه یاری برساند. جنرال ابراهیم تاکید کرد که ارتش لبنان در حالت آماده باش کامل به سر میبرد. وی تصریح کرد که ارتش لبنان تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از نفوذ گروه داعش به خاک این کشور را به کار خواهد بست. جنرال ابراهیم اعلام کرد که لبنان برای جلوگیری از ورود آوارگان سوری به این کشور از روز دوشنبه 4 جنوری کنترل بیشتری در گذرگاه‌های مرزی اعمال خواهد کرد. وی گفت تمامی شهروندان سوری از این پس برای ورود به لبنان باید تقاضای ویزا کنند. بنابر ارزیابی سازمان‌های حقوق بشری، کشور لبنان با حدود 5 میلیون جمعیت در حال حاضر میزبان بیش از 1 میلیون آواره و پناهجوی سوری است. همچنین بنابر گزارش رویترز، در روز شنبه 3 جنوری در منطقه مرزی قلمون میان سوریه و لبنان نبردهای شدیدی میان گروه نصرت با نیروهای مشترک ارتش سوریه و لبنان رخ داده است. هر دو طرف این نبردها را تأکید کردند. بنا به آخرین خبرهای رسیده، 3 عضو حزب الله، 3 سرباز سوری و 15 تن از هراس افکنان گروه نصرت در این نبردها کشته و شماری بیشتر نیز مجروح شدند. مقامات لبنانی نگرانند که جنگ داخلی سوریه به درون مرزهای این کشور نیز کشیده شود. تا کنون درگیری های مسلحانه پراکنده‌ای در نقاط مختلف لبنان از جمله در شهر طرابلس میان طرفداران و مخالفان اسد رخ داده است. شهر پاریس کشور فرانسه در 2 روز پی در پی شاهد 2 حمله مسلحانه بود. ابتدا چند نفر به روزنامه شارلی ابدو حمله نمودند و بیش از 12 نفر را به قتل رساندند. دقیقاً 1 روز بعد فردی به ایستگاه مترو شهر پاریس حمله نمود و چند نفر را زخمی کرد. این حملات مسلحانه سبب نگرانی باشندگان شهر پاریس شده است. در این مورد نیز گزارشی را ببینید. در جریان تیراندازی جدید در یک ایستگاه مترو در پاریس، یک مأمور زن پلیس زخمی شد و ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. تیراندازی صبح 5 شنبه در جنوب پاریس رخ داد. بنابر اعلام پلیس، مأمورانی که مهاجم به سمتشان آتش گشوده برای رسیدگی به یک حادثه به محل رفته بودند. با گزارش منابع خبری، در جریان این تیراندازی یک مرد بازداشت شده، اما مشخص نیست که آیا این بازداشت با ماجرای حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو در روز 4 شنبه ارتباطی داشته باشد. وزیر داخلی فرانسه که صبح امروز 5 شنبه 8 جنوری در جلسه اضطراری هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور این کشور شرکت داشت، با ترک این جلسه به ایستگاه مترو محل تیراندازی رفت. جلسه روز 5 شنبه به منظور بررسی حمله مسلحانه روز 4 شنبه به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو در پاریس برگزار شده است. همزمان مانوئل وال، نخست وزیر فرانسه،
گفته است که ماموران پلیس در جستجو برای یافتن و دستگیری دو مظنون اصلی حمله به دفتر شارلی ابدو چند نفر را بازداشت کردند. وزارت داخلی فرانسه شمار بازداشت شدگان را 7 نفر اعلام کرده است. پلیس فرانسه پیشتر گفته بود که دو برادر به اسامی شریف و سعید کواشی در حمله به دفتر این نشریه دست داشتند. فرد دیگری به نام حمید مراد نیز در ارتباط با همین ماجرا خود را تسلیم پلیس کرده و بازداشت شده است. در حمله روز گذشته 12 نفر از جمله 4 تن از کارکنان نشریه و 2 مأمور پلیس جان خود را از دست دادند. همچنین در پی حمله مرگبار روز گذشته به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس گزارش هایی از حمله به چند مسجد و تعدادی از اماکن متعلق به مسلمانان در فرانسه انتشار یافته است. خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که طی ساعات شب قبل چند مسجد در دو شهر فرانسه هدف تهاجم افراد ناشناس قرار گرفته، اما این حملات تلفاتی را بر جای نگذاشته است. قیمت نفت روز به روز پایین تر می آید. با وجود عرضه زیاد نفت در بازار، کشور عراق می خواهد تا سطح تولید نفت خود را افزایش دهد. این در حالی است که بهای هر بشکه نفت در بازار جهانی به زیر 50 دلار رسیده است. در این مورد نیز گزارشی را می بینید. روند کاهش بهای نفت که در هفته های گذشته آغاز شده بود، همچنان در این هفته نیز ادامه یافت. روز سه‌شنبه 6 جنوری نفت به پایین‌ترین قیمت خود در ماه‌های گذشته رسید. در بازار نفت بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال به پایین‌تر از 53 دلار رسیده است. روز دوشنبه قیمت نفت دریای شمال 53 دلار و 14 سنت اعلام شده بود. بهای نفت خام غرب تگزاس به کمتر از 50 دلار رسید. این میزان روز گذشته 50 دلار و 21 سنت بود. به گفته کارشناسان، اعلام خبر افزایش تولید نفت عراق روند کاهش قیمت نفت را تشدید کرده است. به نوشته روزنامه فرانکفورتر چاپ آلمان، عراق در ماه گذشته 2,094,000 بشک نفت در روز صادر کرده که بیشترین میزان صدور نفت این کشور از سال 1980 به بعد محسوب می شود. در کشورهای تولید کننده دیگر نیز صدور نفت افزایش چشمگیر داشته است. روسیه به عنوان یکی از عرضه کنندگان بزرگ جهانی نفت تولید خود را به میزان 0.3% در ماه دسامبر افزایش داد و آن را به 10,667,000 بشک در روز رساند. روسیه با این اقدام رکورد تولید نفت از زمان فروپاشی دولت سابق شوروی در این کشور را شکست. کارشناسان بازار نفت تقریبا این نظر واحد را ابراز کردند که دورنمایی برای افزایش قیمت نفت در سال جاری میلادی نمی‌بینند. آغاز استخراج نفت در آمریکا به عنوان یکی از دلایل کاهش بهای نفت عنوان می‌شود. در اواخر ماه جون سال 2014 دولت آمریکا برای نخستین بار پس از 40 سال مجوز صدور نفت به خارج را صادر کرد. همچنین دلیل دیگر کاهش قیمت نفت افزایش تولید نفت عربستان برای تضعیف کردن ایران و روسیه عنوان می شود. قیمت نفت با کاهش روزانه خود در حال حاضر به قیمت 30 سال پیش بازگشته است. در این هفته روند کاهش بهای نفت و جنجال بر سر امکان خروج یونان از حوزه پولی یورو بازار مالی اروپا را تحت تاثیر قرار داده است. این بود برنامه 8 گزارش که تقدیم شما شد. تا دیدار دیگر، بدرود. We'll be right back.